خاطرم بگم با خانواده شهدا تموم کنیم، چون صلواتتون خیلی جون بخش بود و من روحیه داد. اینکه حالا یه همچین رهبری خانواده شهید چه مقامی داره که ایشون همچین ارادتی داره. یکی از مسئولین بنیاد شهید تعریف می‌کردن، گفته بودیم یکی از سفرهای استانی آقا شب با خانواده شهدا دیدار داشتن، دیدار تموم شد، خانواده رو دیدار کردن، رفتیم اقامتگاهشون. شب به انتها رسید و آقا نماز شب و نماز صبحشون رو خوندن. نماز صبح که تموم شد آقا گفت من می‌خوام برم گلزار شهدا بدون برنامه‌ریزی قبلی. محافظای آقا اینجور مقام میدونن، فقط باید بگن چشم. این مسئول میگه من رفتم، از مسئولین رده بالای بنیاد شهید میگه من رفتم گفتم آقا ما برنامه دیدار از گلزار شهدا براتون گذاشتیم، امروز نیستش. آقا فرمودن نه من باید برم. رفتم تو گلزار شهدا، دم در گلزار شهدا، کله سحر هنوز. آقا به محافظا گفت کسی دنبال من نیاد. تنها وارد گلزار شهدا شدم، صاف رفتم بالا سر یه قبر. حالا اون وقت سحر دوتا خانم بالا سر این قبر بودن، یکیشون بلند شد سرش افتاد رو پاهای حضرت آقا، تا میتونست گریه کرد، بعد که گریهش تموم شد آقا احوال پرسی کردن و اومدیم. اون رو معما شد، رفتیم دوتا خانم رو گیر بردیم، یکشون مادر شهید بود، یکشون دختر شهید. گفت از این مادر پرسیدم چی بود شما آخه این وقت صبح اومده بودید گزار شهدا؟ این مادر گفتش که سهمیه‌ای که به بنیاد داده بودن برای دیدار کم بود، ما دخترمون رو نبردیم، بهشان نگفتیم داریم میریم دیدار آقا. من رفتم دیدار آقا و برگشتم، دخترم فهمید که من نبردمش و اینا. حالا زیر بارم نمیرفت که تعداد کم بوده، سهمیه کم بوده. میگفت این دختر رفت تو اتاقش، درم بس، عکس باباشو بغل کرد، بنا کرد گریه کردم. نماز صبح که خوندیم اول از اون یه دفعه دیدیم این اومد و نمازشو خوند، گفت مامان بلندشو بریم گلزار شهدا. به سوی تعالی کله سحر دخترم گفت میای یا دربست بگیرم برم. گفتم آخه چی شده؟ خونه شهدا التماس دعای ویژه من و همین قبل از اینکه اینو تموم کنم داشته باشید. و والله ما که هیچی نیستیم، من یه مجلسی بودم آیت الله علوی به خانواده‌های شهدا میگفت من خاک پاتونم، اگه منو به خاک پا بودن قبول داشته باشید. دختر چی شده؟ گفت ببین مامان من خوابم برد، بابام اومد به خوابم، گفت اگه میخوای حضرت آیت الله خامنه ای رو ببینی سحر شد نماز تو خوندی آفتاب نزده بیا سر قبر من. این ارادت حضرت آقا به خانواده‌های شهدا است. یه بارشون تشکر بودم قم منزلی که از علما به این عالم فرموده بودن آی خامنه ای که اگر این خانواده های شهدا نبودند این عمامه الان سر من و شما نبود. خیلی سخته بچه ها خانواده شهید رو دیدن، حتی من بال و پر شهید را میبوسم، پا تا به سر شهید را میبوسم، گر لحظه دیدار میسر نشود دست پدر شهید را.